قسمت 44 ماهان. دست ها می لرزید. نه، 4 ستون بدنم بود که رشه می رفت و من در ظاهر محکم و مبهوت روی دیوار مقابلم مات مونده بودم. خونه داشت مثل فرفر دور سرم می چرخید و می چرخید و حسنا باز می گفت. اولش فکر کردم تصادف کردین، ممکن بوده اون حرفا به هر کسی گفته شه، ولی خیلی نگرانم. وقتی فهمیدم همون شب برگشتین خونه و بعدشم که خانومو اصلا ندیدم، به خدا دل تو دلم نمونده که چی شده. گیج شدم از بس فکر کردم و هیچی نفهمیدم. لبهای سرد و سفیدم می جنبیدن. این همه مدت کجا بود که به جان من قسم خورده بود میره؟ دست دیگم رو هم به لبه کانتر گرفتم تا نیفتم. زلزله اومده بود انگار. بهزاد با بهت و صدای بلندی نالید و گفت پس چرا تا حالا اینا رو نگفتی زن؟ حسنا دستهاشو بیشتر تو هم چلوند و با نگرانی نگاهم کرد و گفت گفتم که بپرس خانوم کجاست؟ آقا خوبین؟ آقا ماهان؟ به زور سر تکون دادم. بهزاد به سمت آشپزخونه رفت. همسرش اما نزدیکتر اومد و گفت به خدا نمیدونستم انقدر ناراحت میشین. خیلی ترسیدم که بالاخره گفتم. از بهزاد شنیدم که حالتون این چند وقت زیادی مساعد نبود. حد میزدیم یه دعوای ساده باشه. اما من بعید میدونستم با وجود اون شب همچین جدایی دعوایی پیش بیاد. چشمای قرمز و داغم رو بالا آوردم. چشمام هم نبض گرفته بود از هرس، از حیرت. یه قدم عقب رفت و با نگرانی گفت خوبین آقا؟ بهزاد زود باش دیگه، یکم آب بیار. صدام خش گرفته بود و انگار از ته چاه بیرون میومد. کاش زودتر میومدم و گفتم اسمی که یادت نمیاد بی افندی نبود؟ چشمها شراغونی شد و با شوقی لحظه ای سر تکون داد و تون تون گفت آره آره همین بود، همین بود، خودش بود آقا. کیه؟ میشناسینش؟ خانم الان حالشون خوبه؟ بهزاد سراسیمه از آشپزخونه خارج شد و لیوان آب رو به سمتم گرفت و گفت یکم صبر میکردی نفسش بالا بیاد بعد تعریف میکردی. این رسم مهمونداری حسنا خانم؟ لیوانو کنار زدم. نای تشکر کردن نداشتم. صورتم داغ شده بود و حس می کردم رگ گردنم داره پوست گردنم رو پاره می کنه. به سمت در قدم تند کردم. باید پیداش می کردم اون دختر زبون نفهمو. دنبالم می اومدن و مدام صدا می زدن. لحظه ای ایستادم و نفسم رو محکم بیرون فرستادم و به سمتشون چرخیدم و گفتم خیلی لطف کردین حسنا خانم. هیچ وقت کمکتونو یادم نمیره. بی حرکت پشت سرم ایستاده بودن با تعجب صورت تب زده و سرخم رو تماشا میکردن که در رو باز کردم و بین صدای جیغ نوزادی که بلند شد از خونه بیرون زدم. نفهمیدم چی شد. با قدم های بلند و هول زده به سمت ماشین حرکت کردم و انقدر به یهودا زنگ زدم و اون جواب نداد که نزدیک بود سرم رو بکوبم به دیوار. سوار ماشین شدم و با سرعت از در بیرون زدم. بهزاد که تازه از اتاق خارج شده بود اسمم رو صدا می زد و دنبالم می اومد. ولی واقعا الان وقتی برای نگرانی اون نداشتم. تا خود تهران شمارش رو گرفتم تا بالاخره جواب داد و صدای دادم رو بالا برد و گفتم کجای یهود و نیم ساعت دارم می گیرمت. با تته پته جواب داد و گفت جلسه با شرکت معین آقا، خودت گفتی به جات امروز حاضر شم. آخ لعنت به شرکت و درد سراشو. گفتم ولش کن اونو، باقیشو بسپر به حسینی، خودت بیا خونت. نفس با سختی از هنجرم خارج می شد. کی گفته مردا نباید بشکنن؟ کی گفته همیشه باید کوه باشن؟ گاهی یه کوه هم به ستون نیاز داره تا فرو نریزه. گفتم بیا یهودا، بیا داغونم. شال رو از صورتم فاصله دادم و نفس کشیدم بویی رو که توی شامم لونه کرده بود. شال تو پیچ و تاب دستای خشمگینم هر لحظه فشرده تر می شد. پاهام یارای وزنم هم نداشتن. روی زمین پایین تخت بین اون همه شلوغی و وسایل ریخته شده نشستم.
هنوز روسری رنگی و قواره دارش تو دستم بود. هنوز گوشتی که تو سینم نبض گرفته بود وحشیان خودش رو به سینم میکوبید. دلم سیگار میخواست. سیگاری که روشن کنم و با لذت بهش پک بزنم. یا نه؟ دلم اون انگوشت های ظریف و دخترونه رو میخواست که سیگار رو از بین انگوشت هم بکشه و با شیطنت بگه دهنت بو میگیره. دستی که روی زانوی قائمم بود رو فرستادم تو موهام و با قدرت کشیدمش. کجا رفته بود اون به سلاح فداکار نفهم؟ پیش اون عوضی بی همه چیز؟ قلبم تون زد. غیرتم زور آورد و دست مش شدم با قدرت هرچه تمامتر بالا رفت و روی سرامیکای سرد و براق اتاق فرود اومد. این بار کار زیادی از دستم بر نمی اومد و این دیوونم می کرد. آدماش منو دیده بودن. این بار خودشم بود و دیگه به بهونه سفر نمیشد از چنگ و دندون آدمهاش بکشمش بیرون. مهمتر از همه اونی که تا اینجا بو بکشه و دنبال ناموسم بیاد مسلماً الان سفت و سخت مراقبه که دوباره از دستش سر نخوره. چی میخواست از زن شرعی و قانونی من؟ از رهایی که از اول دنیا مال من بود و تا قیام قیامت باید که بمونه. پام رو صاف کشیدم و دست تو جیبم چرخوندم. از تنها ایده‌ای که ذهنم داشت اخمان بدتر تو هم رفت. وای که اگه چشممون بیشرف ها روی رها باشه. وای که اگه بیشتر از یه همتیمی بودن و اون چیزی که رها نوشته بود در کار باشه. دنیا رو رو سرش خراب میکنم. هر کی که بود، هر چقدرم وحشی و خطرناک، وا نمیدادم. ول نمیکردم ناموسم و تو اون خونه ی هرزه نشین. به دنبال شمارش گوشی رو زیر و رو کردم. حق با یهودا بود. این دفعه باید منطقی تر و حساب شده تر این بمب ساعتی رو خونسا کرد. گوشی رو چسبوندم رو گوشم و همه تنم گوش شد. ناموسم رو به قیمت جونم از دهن گرگ دوباره می کشم بیرون. گفت الو. گفتم الو. سرگرد محدث. محتشمم. ماهان محتشم. رها. با کشیده شدن لاحافم سریع آگاه و بیدار شدم و پلکام رو از هم باز کردم. با چشمای شوکه شده زل زدم به دختری که پتو رو روم جا به جا می کرد و به هم نگاه نمی کرد. نفسم رو تند بیرون دادم و گفتم یلدا ترسوندیم. سرش سری به سمتم چرخید و با منومن گفت وای بیدارتون کردم خانوم، ببخشین، باور کنین فقط میخواستم پتو رو روتون مرتب کنم، سرما نخورین. با تعجب به صورتش که سعی داشت ازم پنهونش کنه خیره شدم. بی معطلی نیمخیز شدم به سمتش و گفتم صورتت چی شده؟ اخماش تو هم رفت و لحنش محترمانه یا شاید هم سنگین تر شد و گفت چیزی نیست خانوم، اگه دیگه استراحت نمی کنین برم صبحانتون آماده. دستشو که داشت بلند می شد و بره گرفتم و به سمت خودم کشیدم. چه خانوم خانومی هم را انداخته. دستم رو زیر چونش گذاشتم و با خشونت و صدایی که سر صبحی گرفته بود گفتم بهت میگم چی شده صورتت، ببینمت. مظلومان آروم گرفت و اجازه داد صورتش رو بالا بیارم. روی گونه راستش یک هلال نازک اما پررنگ و تیره افتاده بود. کنار لبش پاره شده بود و زخمش بسته نبسته برای خودش خودنمایی می کرد. دستم محکم شد روی چونه ظریف و کودکانش و گفتم بشکن دستش. سرش با شدت بالا اومد و با اخمی قوی تر هین کشید و گفت خدا نکنه. چشمام درشت شد و تو چشمای سیاه و براقش قفل شد و گفتم خدا نکنه؟ وقتی این سر و وضع صورتته دیگه معلوم نیست سر بدنت چه بلایی آورده. اون وقت اومدی از اون بیشرف؟ گفت خانوم تو این نکن. سر پایین انداخت و در حالی که ملافه رو تو مشتهای کوچیکش میپیچوند گفت اون که خودش بیشتر دردش اومد. قطره اول عشق بی مقدمه روی گونه رنگ پریدش شبنم وار نشست. چشمام هر لحظه درشت‌تر می شد و گفتم به درک مردک کثافت زورگو، تو از اون بی افندیه. با چشمایی از حدقه در اومده و براق از عشق رو صورتم خم شد و فوراً دستش رو روی دهنم محکم جاساز کرد و گفت
هیس هیس، تو رو خدا خانم، تو رو خدا، خودتون که هیچی، منو به کشتن میدین آخر. انگار که چیزی یادش اومده باشه، مثل برق گرفته ها بلند شد و به دوربینی که گوشه اتاق نصب بود چشم دوخت. چند لحظه ای رو با بهت به نور لیزری و قرمز رنگش خیره شد و در آخر با ناله خودش رو روی تخت انداخت و با هرس گفت: تو واقعا میخوای منو بکشن؟ با هرس چشم تو صورتم چرخوند و در آخر تحمل نکرد. تند و برافروخت قرید و گفت: جوری حرف نزن که انگار خبر نداری. همه دیدن. دیدن که چطور بی افندی منو رحیم رو تنبیه کرد و به خاطر تو دستور داد رحیم کتکم بزنه. چشمام به معنای واقعی کلمه از حدقه بیرون زد. گوشام چیزی که میشنیدم رو باور نمی کردن. ناباورانه دست روی زخم گوشه ای لبش کشیدم که سرش رو عقب کشید و گفت: منم دیگه دوستی با تو ندارم. هر کسی سی خودش. آقا دستور داده نذارم بری تو لاکتو مثل نور و افسرده بشی. خب باشه، تلاشمو میکنم. من مثل یه دوست باهات بودم، ولی تو منو دوست نداشتی. به قدری برافروخته بود که یادش رفته بود باید خانم خانومش رو به دومم ببنده. طاقت نیاوردم و با هرس وسط نطقش پریدم و گفتم: داخل دختری کم عقل، من اگه 1% خبر داشتم میخوان همچین بلایی سرتون بیارن، 1 ثانیه تو این اتاق میموندم؟ 1 ساعت التماس مادامو میکردم که بگه کجایی و کاری کنه دوباره از این خونه بیرونت نکنن؟ کل روزو تو خونه بین آدمایی که به زور سر بلند میکنن و به هم نگاه میندازن دوره میافتادم که ازت یه خبر بگیرم؟ عشق تو چشماش میلرزید، اما این بار رد پررنگی از ناباوری و محبت تو چشماش جا افتاده بود. گفت: واقعا این کارو کردی؟ سنگریزه‌ای تو سیب گلوم گیر کرده و راه نفسم رو بسته بود. از جا بلند شدم و بی توجه به اون که نزدیک من ایستاد و خیره نگاهم میکرد و لب به هم میفشرد، رو تختی رو برداشتم و سعی کردم مرتبشون کنم و گفتم: البته، حالا که تو اینطور میخوای باشه. رو تختی کرم رنگ و سنگین رو چند بار تکون دادم و روی تخت 2 نفره بزرگم پهن کردم و گفتم: منم دیگه این رابطه رو چیزی به جز وظیفه نمیبینم. اشک به چشمام نیش زد. انگار بدجوری نیازمنده این دوستی بودم که سنگ تو گلو راه به راه بزرگتر میشد. دلم خون شد از فکر تنهاتر شدن از ظلم اون مرد به ظاهر خون سرد. دندون رو دندون می ساییدم و فکر رو فکر محکم می کردم. چون با هم رفته بودن، هر دوشون رو اینطور تنبیه کرده بود بی وجدان. انگار که اگه این دختر بچه همراه هم بود، معده دردم تنظیم می شد. یلدا دستش با تردید و پرمکس روی شونم نشست و اسمم رو صدا زد. سکوت و بی محلیمو که دید، به پنجش قدرت بیشتری داد و گفت: باور کن فکر می کردم می دونی و پیدات نشده. اینقدر مظلوم گفت که دلم تاب نیاورد. به سمتش چرخیدم. همه دخترهای کم سن دنیا شبیه نازی بودن یا من زیادی بی خواهری به هم فشار آورده بود. لب رو هم فشردم و تو چشمای لرزونش خیره شدم و گفت: ببخشید رها. ببخشم؟ چیو؟ چرا اینقدر مظلوم و لطیف می شد؟ دست باز کردم و بی محابا تو آغوشم جاش دادم و گفتم: تو ببخش. اون بیرحم حالیش نیست بود و نبوده تو اون اتفاق توفیری نداشت. سرشو با شیطنت روی شونم گذاشت و با تلخند سر تکون داد. از خودم جداش کردم و گفتم: ولی خیلی حواس جمعه ها، کاملا در جریان بوده وقتی تو منو ول میکنی پیش کی میری که اینجوری تنبیهتون کرده. روی زخمای صورتش دقیق شدم و با دندون قروچه گفتم: کارکنای اینجا هم دیگه شورشو در آوردن. بی ورزانا نکردن زخمتو ببندن. روی تخت نشوندمشو به سمت سرویس بهداشتی رفتم. نگاهش بیرمق بود، اما سعی داشت خودشو خندون نشون بده. از بالای آینه بتادین و گاز و چسب برداشتم و دوباره به سمتش رفتم. با دیدن وسایل تو دستم به دوربین نگاه گذرایی انداخت و نوچ کوتاهی گفت. بهش گفتم: بگیر بشین، هرچی شد با خودم.
گاز بتادین رو روی زخمش فشردم و صدای آخش بالا رفت و گفتم یلدا. ابرو در هم کشیده بود و پلک بسته بود و گفت چشمام رو ریزتر کردم و با دقت بیشتری گاز رو روی زخمش فشردم و گفتم گفتی نورا افسرده بود؟ این بار صدای آخش بلندتر شد و همراه با اون چشماش از هم باز شدن و گفت بده من دیگه نمیخواد. دستم رو عقب کشیدم تا نتونه از دستم بگیره و گفتم نترس، بیکار نیست که 24 ساعته بشینه این بیستاب و چک کنه. تازه صدامو پایین تر آوردم و گفتم چک کردم، اسپیکر نداری که صدارم ثبت کنه. نگاه پر تردید و ترسونی به دوربین انداخت و لرزون به سمتم چرخید و گفت آخرش سرمو به باد میدم. به صورت پر از تردیدش لبخند آرومی زدم و گفتم افسرده بود؟ کلافه سر تکون داد و گفت دکترها اینطور میگفتن. دوباره نگاه سرسری به طرفین انداخت و در حالی که صداش رو حسابی پایین می آورد گفت آخه میدونی اون فقط 3 سال خورده ایش بود، خیلی کوچولو بود که اومد تو این خونه. ابروهام بالا پرید و چشمام دقیق تر شد تو صورت حواس جمع و پرتشویشش. ادامه داد و گفت تو بغل من بزرگ شد، اون موقع منم بچه سال بودم ولی چون خیلی شیطون و پر سر و صدا بودم بچه رو پیشم میذاشتن تا از اون حالا هوا درش بیارم. طاقت نیاوردم تا آروم آروم بگه و گفتم کی بود اون بچه؟ مادر پدرش کی بودن؟ الان کجاست؟ با نارضایتی دوباره نگاهی به دور و برش انداخت و گفت یواش خانم یواشتر. چشمای تیرش تو چشمام قفل شدن و گفت به جز مادام هیچ کی تو این خونه نمیدونه اون دختر بچه کی بود. بعضیا میگن دختر خود آقا بود، بعضیا میگن فامیلش بود، ولی چیزی که مسلمه و همه میدونیم اینه که اون بچه مرگ مادرش رو به چشم دیده بود. واسه همین اون همه منزوی و عجیب شده بود، نه گریه میکرد نه میخندید، مثل مجسمه ها با اون چشمای کوچیک و معصومش فقط نگاه میکرد. سکوت کرد، تاب نیاوردم. خواستم زود بپرسم که الان کجاست، چند سالشه، این قضیه برای کی هست، که خودش آهی کشید و سری گفت 6-7 ماهی رو پیش ما بود. آقا زیاد دور و برش میپلکید، واسه اولین بار میدیدم که آقا به یکی بها میده. کی باورش میشه؟ بی افندی، مردی که تو چشمات خیره میشه و بیخیال مرگ تو به چشم میبینه، داشت برای یه بچه بالا و پایین میرفت. مادام خیلی نگران بود، با اینکه بی افندی چیزی به زبون نمی آورد و فقط تو رفتار و توجهاتش نشون میداد حواسش به اون بچه هست، اما باز مادام نگرانش بود. میگفت این بچه بعدها نقطه ضعف آقا میشه و دشمناش به اون تهدیدش میکنن. ولی میدونی همه این بها دادن ها و دورو بر پلکیدن ها تو یه شب تموم شد. نفسم تو سینه حبس شد. میدونستم هیچ چیز در مورد این آدم نمیتونه خوب باشه. یلدا گفت یه شب که نورا تب شدید شد و تو تب داشت می سوخت، به افندی بغلش کردن و رفتن توی ویلای روبروی. اون وقتا که نورا کوچیک‌تر بود اتاقش اونجا بود. هیچ وقت نفهمیدیم چرا اوائل اصلا چشم دیدنشو نداشت و اونجا ساکنش کرده بود، اما بعدش کم کم آوردش تو همین ویلا پیش ما. شاید چون خیلی افسرده شده بود اون کوچولو، شایدم به قول سمیه خانوم آقا هم قلب داره و کم کم اون سنگ تو سینش برای اون بچه تپیده. کلافه شدم از این بحثی که عقیم موند و به ناگاه حوض شده بود. صدام رفت بالا و گفتم چی شد؟ اون بچه چی شد؟ الان کجاست؟ تو چشماش حاله ای از غم نشست و چونش به سینش چسبید و گفت تب داشت. همه ی خونه بسیج شده بودیم تا یه کاری کنیم ولی نمی شد. اون موقع ها آقا و یکی از دشمناشون تو بد درگیری بودن، طوری که نمیشد زیاد از خونه بیرون برن و کاری کنن. نمیدونم، شایدم با اون بچه تهدید شده بودن. ولی همون شب که نورا از تب سرخ شده بود و از دست هیچ کس هم کاری بر نمی اومد، بغلش کرد و رفت توی ویلای روبروی.
بعد از اون شب دیگه هیچ کس نورا رو ندید. ساکت و شک زده بهش خیره شدم. خب یعنی چی؟ لبام آویزون شدن. سوال‌ها به ذهنم هجوم می آوردن و دوباره پس می کشیدن. یلدا به چشمای درموندم خیره شد و با من و من ادامه داد و گفت همه میگن آقا اون شب خودش نورا رو خلاص کرده. صدای هینم بلند شد و چشمام داغ شدن. کلافه تر رو گرفت و به تخت خیره شد و گفت بعضی هم میگن آقا این کارو نکرده، اون بچه خودش مرده. دستم بی اراده روی شکمم محکم شد. نفسهای سرگردون و کلافم دهنم رو خشک و بلعم رو تلخ کرده بود. بچه کشی هم میکرد؟ یلدا گفت ولی چیزی که قطعیه اینه که اون شب نورا مرد و تو همون خونه دفن شد. نفس می زدم اما نفسم بالا نمی اومد. کشته بود اون بچه رو، بچه ای که دورش می گشت و براش مهم بود. کویر گلوم خشک و در حسرت یه قطره آب داشت می سوخت و من با هر دو دستم شکمم رو بغل گرفته بودم. یلدا گفت رها خانم چیزیت شد؟ ترسیده چشم بالا آوردم و به صورت کنجکاوش نگاه بخیه زدم. چیزیم بود؟ انگار که بود. از کجا معلوم که راست بگه؟ شاید خبر داره دکتر به چی شک کرده و داره انتقام میگیره از چیزی که مقصرش من نبودم. با نگرانی دست روی کمرم کشید و گفت چرا خسخس میکنی رها؟ چیزیت شده؟ منو نگاه کن. باز چشم دوختم به صورت درب و داغونش. نه، این صورت که با بیرحمی اون بیشرف دست و پنجه نرم کرده بود ساحت حرفاش بود. هر کاری از این بینامونشون برمیاد. از جا بلند شدم و با وحشت قدم به سمت در برداشتم و گفت کجا میری؟ خب چیت شد یهو؟ تو که گفتی نمی ترسی. ترسیدی؟ ترسیده بودم؟ رشه می رفتنم از جون جوونهی که محال بود بذارم بلایی سرش بیاد. بی توجه به سمت در قدم تند کردم که در یک لحظه دستم کشیده شد و به شدت به عقب برگشتم و گفت چت شد تو دختر؟ آقا بلایی سر تو نمیاره. نگاه صورتمو نگاه، واسه خاطر یه لحظه حال بد شدن تا اینجا جلو میاد؟ مگه میشه؟ گفتم میشه. مگه نگفتی اون دختر بچه رو دوست داشت؟ رنگش به وضوح پرید، انگار تازه فهمیده بود چه کار کرده و گفت خانوم من غلط کردم، به خدا غلط کردم، هرچی گفتم غلط کردم. که گفتم اسم اون بچه میاد آقا جنی میشه، اگه بفهمه ازش براتون گفتم و به این حال و روز در اومدین میکشتم. تو رو خدا بهم رحم کن. با تعجب نگاه به ترسش میکردم. دوباره هیجان زده شده بود و لحن صمیمی چند دقیقه قبلش فراموشش شده بود. آب دهنی نبود و هوا قورت می داد برای باز شدن راه بسته شده گلوش. گفتم کمکم کن، تو رو جان رحیمت کمکم کن یلدا. مردمکهاش مدام تکون می خوردن و ترس تو چشمهاش مدام می دوید. نفس آزاد کرد و صداش لرزید و گفت غلط کردم، کاریت نداره به خدا. صداش از بغض می لرزید و صدای من از بی نفسی و گفتم با بچه‌م که داره. بچه؟ اولین باری بود که اینطور قطعی از نایقینی ترین چیز زندگیم حرف می زدم و انقدر دلم تون تون براش می زد. بود، به خدایی که پیش قدم می شه بود که انقدر دوست داشتم این هدیه شیرینو. مردمک های لغزان ایست کردن و سرش بهت زده بالا پرید و گفت بچه؟ هینه بلند و عصبی کشید و شتاب زده چند قدم نامیزون برداشت و گفت بچه آقا؟ نه، بچه آقا رو که نمی کشی. هینه دوباره کشید و سرش رو مثل جندیده ها بالا گرفت. قبل از اینکه چیزی بگم نالیدم و گفتم جان رحیمت. ناگهانی اخم کرد و دوباره نزدیک اومد و گفت گناه کردی؟ تا
تو اون هاگیر واگیر از لحن ساده و بچگانش ضعف رفتم. چقدر این دختر نازنین زهرا میشد گاهی. دست بالا آوردم و روی موهای آشفتش کشیدم و گفتم شوهر دارم؟ داشتم. ولی تا کی؟ چشمهاش عاجز شد و ناباورتر به لبهام خیره شد و گفتم از رحیمت بیشتر دوستش داشتم. دیدم که سینه بالا پایین رفتش پایین اومد و نفس سنگین و مستحصل از قفسه سینش خارج شد و گفت پس چی شد؟ ناامید و خسته بهش چشم دادم و دل گرفتم از حرفش و گفتم مجبورم کرد ولش کنم. می گفتم و می دونستم که نباید بگم. می شنید و می دونست که نباید بشنوه. می گفتم بلکه دلش رحم بیاد و راه نجاتی بشه. اون چرا گوش می داد؟ به دیوار تکیه دادم و گفتم راه نابلدم. یادم بده برم از این خراب شده. برم یلدا. برم یه دهگوره بچمو به دندون بکشم. من دیگه هیچی تو این دنیا ندارم. نه پدر، نه مادر، نه احترام. هیچی ندارم. کمکم کن این یه ارزن امید از دلم نره. اشک تو چشمهاش شورید. نیش زد و بی مقدمه روی گونه هاشو تزیین کرد. آروم و ناامید لب زد و گفت نمیشه. نمیشه دختر بیچاره. اشک تو چشمهای منم لغزید. این بار برای بیرون اومدن بیتابی کرد. چند وقت بود یک دل سیر اشک نریخته بودم. گفتم تو فقط... هنوز واژه ها خودشون رو پیدا نکرده بودن که در اتاق با شدت هرچه تمامتر با صدای وحشتناکی به دیوار کوبیده شد. صدای جیغ هر دومون با هم مخلوط شد و چسبیدم به دیوار. با دیدن اونم تو آستانه در و این همه نزدیک به هم، بیشتر تو خودم جمع شدم. وارد اتاق شد و کنار در ایستاد. با چشمای قرمز و نگاهی که پونس شده بود تو چشمای یلدا قرید و گفت بیرون. میخواست با من تنها باشه؟ با این حال و روزش؟ پر التماس به یلدا خیره شدم. سیب گلوش با فشار پایین رفت و چشمش رو یک دور بین ما گردوند. یلدا یک پاش جلو رفت و یک پا عقب برگشت و گفت آقا. به افندی گفت گم شو بیرون. با صدای فریاد هراسناکش پلکام رو سفت روی هم فشردم و یلدا با قدم‌های تند از اتاق فرار کرد. در اتاق رو جوری کوبید که با خودم گفتم شکست. سنگینی نگاهش بد جوری روم سنگینی می‌کرد. حالا که می‌خوای آشتی کنیم، هوام رو مثل ماهان داشته باش. چشمامو باز کردم و سعی کردم با سیاست همیشگی خودش یعنی خونسردی برخورد کنم. البته که سیاست پیشینش بود. این روزها که دادش سر هر چیزی بالا می رفت. نگاه خیرش رو نمی گرفت و نگاه خیرم کم نمی آورد. فکش فشرده شد. با هرس اومد به سمتم و سیاست پودر شد رفت هوا. جوری محکم و با هرس قدم بر می داشت که صدای تق و توق پارکت های اتاق در هم اومده بود. توی قدمیم ایستاد. خودم رو بیشتر به دیوار چسبوندم و چینی روی پیشونیم انداختم و گفتم این چه وضعه؟ بدون اینکه یک اپسیلون نگاه خیرش رو جدا کنه دستش رو بالا آورد و محکم تو سینم کوبید. دست که پس کشید کاغذ مچاله شده ای تو هوا تاب خورد و تاب خورد و در آخر روی زمین افتاد. چیزی زمزمه کرد که نفهمیدم چی گفت. با چشمهای وق زده زل زدم به فکی که به شدت روی هم ساییده می شد و صدایی که به زور از بین دندونهای کلید شده شنیده می شد. چشم از کاسه خونش گرفتم و به کاغذی که روی زمین لمیده بود دوختم. لوگوی آزمایشگاه بد جوری روی کاغذ مچاله شده خودشو نشون می داد. زانوام لرزیدن. از شوق، از ترس، از وحشت و از لذت. خواستم خم بشم. نیمخیز شدم برای برداشتن کاغذ که یقم کشیده شد و با فشار دستهاش سرم بالا اومد. صدای آخم بلند شد.
دو طرف یقه لباسم رو گرفت و محکم به دیوار کوبید و گفت میکشمت کسافت.